بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض تبریک ایام ولادت با سعادت نیمه شعبان، ولادت با سعادت امام زمان علیه السلام، ضمن اینکه کار بسیار خوبی که عموم مردم ما مخصوصا جوانها و نوجوانها انجام میدن برای برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان، ولی در این حال گاهی بعضی از افعال و کارهای انجام میشه که اینا از نظر شرعی مشکل داره. اولش این است که گاهی تصرف در مال مردم میکنن. مثلا اگر به دیوار مردم انسان میخ بزنه، به در و دیوار مردم اطلاعیه بچسبونه بدون اجازه، اینا از کارهای حرامه. اذیت کردن مردم به وسیله بلنگو در ساعاتی که وقت استراحت مردمه، سر و صدا داره انداختن در وقت استراحت مردم یا بلنگوهای بلند مساجد، اینا فرمودن که جایز نیست. یکی از کارها که گاهی باعث اذیت مردم میشه ایجاد سد معبر و راهبندانه. میاد وسط خیابون میخواد شربت بده، ماشینها رو متوقف میکنن، راهبندون ایجاد میکنن، ایجاد مزاحمت برای افراد میکنن. گاهی موقع ها از موسیقی های حرام استفاده میشه. باید به اسماء متبرکه بی اعتنایی نشه. بعد اینکه مراسم تمام میشه، اینایی که آرم جمهوری داره، اسم الله اکبر داره، اینا زیر از دست و پا نیفته. کف زدن ها تو مجالس مولودی ائمه علیهم السلام اگر به صورت لهوی باشه حرامه، اگرم به صورت غیر لهوی باشه فرمودن مناسب مجالس اهل بیت نیست. در مجالس اهل بیت باید با ذکر صلوات و دعا مجالس رو شاد نگه داشت. استفاده از برق غیر مجاز دولت، اینها جایز نیست. این پولهایی که آدم در نیمه شعبان مصرف میکنه در صورتی مورد قبول حضرته که از پول حلال باشه. از پولهای حرام انسان خرج کنه، مالی که خمسشو نمیده، زکاتشو نمیده، رشوه میگیره، پولای زور از مردم میگیره، بعدم بخواد در راه امام زمان خرج کنه، اینها فایده ای نداره. یکی هم فرمودن مجسمه سازیه که بعضی جاها مجسمه میسازن که اکثر مراجع فرمودن مجسمه سازی حرامه. یکی هم گاهی تا نیمه های شب اینها مراسم رو طول میدن و باعث میشه که نماز صبحاشون قضا بشه. اینم کار صحیحی نیستش. شب نیمه شعبان علاوه بر اینکه شب ولادت حضرته، اعمال بسیار مهمی داره که یکیش سحر بیداری شب تا صبح مثل لیلة القدر، مثل شبای احیاء ماه رمضان، اعمال مفصلی داره. انشالله به مفاتی مراجعه کنین، از اعمالش غافل نشیم. جهت سلامتی و تعجیل فرج مقدس ولی یعص امام زمان علیه السلام، همه با هم صلوات.